دولت موقت معمولا کسانی بودند که یک نگاهی به غرب داشتند و اون گونه که امام انتظار داشت روحیه انقلابی داشته باشند و فهم و درک درستی از اینکه اسلام میتونه پاسخگوی نیازها باشه نداشتن، وجود نداشت. خب ایشون بعد هم که در کارهای اجرایی قرار گرفتن، مثل وزارت کشور، مثل نخست وزیری، اونجا کاملا احساس کردن که چقدر خلأ وجود داره و چه تعداد نیرو برای اداره کشور لازم هست. لذا شاید همه اینها دست به دست هم داد که ایشون به کادرسازی بپردازن، که خب الحمدلله امروز دانشگاه امام صادق به یک شجره طیبه تبدیل شده که دائما بار و بر داره و میوه داره، ثمر داره. دانشگاه داشتیم، دانشگاه آزادم بود، خب وسیع هم بود دانشگاه، ولی اونی که لازم بود که ایشون تمرکز بکنه روی تربیت مبلغ واقعی برای یا نیروهایی رو تربیت بکنه که وقتی که میرن در پست‌های کشوری قرار میگیرن متعبد و واقعا مسلمان باشن. داشت که با البته با اون چارچوبی که خودش قبول داشت، کادرسازی بکنه، نیرو سازی بکنه برای کشور، از همین جهت هم دانشگاه امام صادق رو تأسیس کرد. حالا یه کسی بیاد ادعا کنه دانشگاه امام صادق 100% موفق و کارش اینه، همچین ادعایی که خود ایشون هم نداشته، اما اصل اندیشه درسته. جواب ما باید تلاش بکنیم که نیروهایی در تراز مدیریت یک کشور بزرگ پر افتخار فرهنگی تمدن ساز ایران تربیت بکنیم.